زندگی و آموزش. صحت و زندگی. سلام شنونده های عزیز، شما شنونده برنامه صحت و زندگی هستید. آیا اطفالتان زود زود یا دوامدار دچار گلودردی می شوند؟ با مثل که جاغر مرغ قید کنی آمد آمد کنم امر قمینان قرط می کرد و بسیار مشکل بود. نشانه ها، اعراض و علایم گلودردی یا التهابی شدن تانسل ها چیست؟ مردم چی نوع تداوی خانگی می کنند و چی باید کرد تا اطفال به این بیماری گرفتار نشوند؟ در برنامه حاضر جواب به این پرسش ها را به شما پیشکش می کنیم. پس با ما باشید. تانسل ها یکی از اجزای حلقه دفاعی در گلو هستند. وقت آب، هوا و غذا داخل دهن شود، از حلقه دفاعی گلو عبور کرده داخل بدن انسان می شوند. این حلقه ها وظایف بسیار مهم دارد که برای بدن انسان مفید است و انسان را از بیماری های گوناگون نجات می دهد. تانسل ها در دو طرف گلو قرار دارند. بعضن این تانسل ها نظر به عوامل مختلف میکروبی می شوند. این که نشانه ها، اعراض و علایم التهابی شدن تانسل ها چیست؟ ابتدا از مردم می شنویم. بچه که ما تانسل گلون داشت، مدت همی 2-3 سال می گفتن که را عملیات کو کی بسیار زیاد ضعیف هم است. در وقتش ما را عملیات کرده نتانستیم. بالاخره با مثل که جاغر مرغ قید کنی آمد آمد کنه امر قمینان قرط می کرده و بسیار مشکل بود. گریانم بعض وقتا می کرد اصلا سرخان می خیست کم خون ضعیف بای ما خاطر شد که نا با وقتش خورده نمی تانست. اونمو بود که امروز قدر سخت عملیاتش تی شد خواست به خاطر می ضعیفیش بود و دکترها خو گفته که اگه عملیاتش نکنین یک ماه دیگه تال بخوره شاید از گوشای کار شوه. من مسلمان هستم از ولایت پروان. گوشت زیافگی دارم. گلون درد میشم و درد میکنه به خیلی دیگه سوخ میکنه. من وقت نخوردن با زیاد درد میکنه. من سرسنه تمثال گلون دارم. جان دردی هم دارم، پای دردی، دز دردی هم. بیماران از گلودردی، جاندردی، حس کردن درد هنگام قرط کردن غذا و بوی بد دهن شکایت داشتند. دکتر مرسل الحق نیازی، متخصص گوش و گلوی اطفال، موظف در یکی از شفاخانه‌های خصوصی شهر کابل، در این مورد میگوید: تانسل که التهابی میشه پیش مریض کدام مرضی که به وجود میاد در شکل حاد عبارت از این است که تب لرزه پیدا میکنه، جاندردی پیدا میشه، خستگی، بوی بد در دهن پیدا میشه، پایدردی، سرخی پیدا میکنه خود تانسل، رنگای سفید سفید مواد پنیرمانند در داخل تانسل به وجود میاد که اون یک قسمت تانسل است که به نام کریپت یاد میکنه، دمو کریپتای جای میگیره و یک شکل دیگه است که امکان داره که می خود بالای تانسل رقم پوش سفید رنگ غشا پیدا میشه و قسمت زبانچک پوندگی پیدا میکنن. یک شکل است که شکمدردی، قبضیت پیدا میشه. در صورت که امی خود تانسل ها تداوی درستر نشه به تانسل مزمن تبدیل میشه، متواتر مریض گلودرد میشه، التهاب گوش متوسط به وجود میاد از خاطر ازی روماتیک فیور به وجود میاد که روماتیزم قلب به وجود میاره. به باور دکتر، التهابی شدن تانسل ها به دو شکل است. یکی حاد یعنی زودگذر که در این حالت مریض تب شدید، سردردی، جاندردی، دلبدی، استفراغ، حس کردن درد در وقت قرط کردن غذا، درد در قسمت بالای شکم و حتی در گوش و دندان هم می داشته باشند. و شکل دوم آن مزمن یا دوامدار است که فرد مریض تب دوامدار، دردهای دوامدار مفصلی که گاه یک جا و گاه جای دیگر انتقال می کنند را تجربه می کند. اگر مریض مورد تداوی قرار نگیرد، بیماریش پیشرفت کرده و سبب بروز بیماری های مانند روماتیزم و بعضی بیماری های دیگر شده می تواند. حال باید علت های میکروبی شدن تانسل های گلو را بدانیم. این همی چیزای بازاری را که میخورن، چوشکی و پرپرک، مرمرک، این همی ها را که میخورن، اونمو من به نظر من اونمو تانسل گلون پیدا میکنه، با داستاسا و مکروب است، باعث از این میشه که دردا پیدا میکنه، پای دردی و گرده دردی و هر مرض دگه در جانش خانه میکنه. مای کباب، بیریانی، ایتم دست این چیزا رو میخورم، فلافل میخوردم، زیاد تندش میساختم، کچه پشم زیاد منداختم، از امو خاطر گلون منده شده. اسمم طارق از جلال آباد. درباره همین معلومات ندارم که چرا تانسل انسان میکروبی میشه. علتش اینمی از امی طفلک های ریزه که زیاد به پاک ستایدی خودم نیفان همه چیز استفاده میکنن و دیگه ای که چربی، پفک، چپسک همه چیز که میخورن بلون درد همیشه.
عده‌ای از مردم راجع به علت التهابی شدن تانسل‌ها معلومات نداشتند و تعداد خوردن غذاهای چرب، استفاده زیاد از نوشابه‌های گازدار را از علت‌های مصاب شدن اطفال به این بیماری می‌گفتند. حال از دکتر می‌شنویم. یکی عامل سببی ازی که خود تانسل میکروبی میشه، در اونجا میکروب موجود است، یکی دیگه باکتریاست و دیگه از دیگه قسمت های بدن ما شما بر از انتقال میکنه، مثلا از زکام یا گلودردی که از قسمت هست از دندان هم امکان داره که تانسل میکروبی شود. در محیط مرطوب یا دب که در خانم فامیلی که زیاد است از طریق تنفسی هم امکان داره که سبب گلودردی و ریزش زکام شود. ریزش زکام شود از خاطر از انتقال میکنه. و می سنی که در مکتب میرن طفلا اکثرا نمی غذای بی رقم استفاده میکنه، مثلا پاپر و امچور و چیزا، این خودش گلوله میکروبی میسازه، باقی برای زیم ساید میشه که تانسل التهابی بسازه. نوشابات سرد و گازدار و مرچ و ترشی و تندی استفادهش سر تانسل خاصیرات سوی داره. شنونده های عزیز، شما برنامه صحت و زندگی را می شنوید که در مؤسسه تعلیمی افغانستان تهیه شده و موضوع آن تانسلایتس یا التهابی شدن تانسل های گلو نزد اطفال است. به باور دکتر، علت این بیماری دب بودن هوای خانه ها، یعنی نبود جریان هوای تازه در اتاق، استفاده زیاد از شیرینی های رنگدار، غذاهای تند و ترش و استفاده از نوشیدنی های سرد بعد از غذاهای چرب می باشد. تعدادی از مردم این بیماری را چنین تداوی می کنند. کمی گوشت زفگی پیدا میکنم، ولی کلان خونه ما پیدا میکنم، چادر دامن تا گلون شد بلند میکنم، بعضی وقت که شست خود گلون شد بلا میکنم، زیادتر میشه گلون. اولاد هایم بسیار گلون درد میشه، گلون هایشان گوشت های زفی پیدا کرده، همین دو اولادم زیادتر همی رقم شده. بعد میگیرم هوا جوش میکنم، سرد میسازم، کم نمک میپرتم، باز که تو نمو میگم برین بچه غرغره کنه، باز امونه که غرغره میکنه باز کمک آرام میشن. مردم با غرغره آب و نمک و بلند کردن گلو با دست یا دستمال این بیماری را تداوی می کنند. اما ای که ای تداوی ها درست است یا نه، در زمینه به نظر دکتر گوش می دهیم. نمک ها با غرغره بهتر است که نمک شوریش قاعده اش باشه بهتر است. و همین کسایی که تانسل ها را بلند می کنه یا امکان داره که نمی تانسل که التهابی صورت پچق می کنی و می کفه در بین زی میکروب می باشی، از روی میکروب در خون انتقال کنه که به خود زی تانسل که اختلاط شم سپتیسیمی هست که خون میکروبی می سازه، سبب از رو هم می تانه شده. مریضایی که تانسل هاد دارد من فکر می کنه که مریض تب شدید داره تا پیش دکتر می ریبت داخل خانه استراحت بته، مریضه مایات برش بته، مایات شیرگرم باشه، دیگه تربند برش بهتر است، دست و پای یا شکته یک دستمال تر کنم بانه. با گفته دکتر، بلند کردن گلو به بیمار کمک نمی کند، بلکه مشکل بیمار را زیادتر هم می سازد. و غرغره کردن با آب و نمک هم در صورت فایده دارد که شوری آن به اندازه‌ای باشد که بیمار تخریش را در گلوش احساس نکند. اگر بیمار تب داشت تا آوردن وی نزد دکتر، والدین باید تبش را با تربند کردن با آب سرد و تکه کنترل کنند و بیمار را استراحت بدهند. برایش نوشیدنی های گرم بنوشانند. اما هستند والدینی که توانستند این بیماری را پیشگیری کنند. ای که چگونه از خودشان بشنوید. چهار اولاد دارم، بعضی وقت که موسم تغییر میکنه اگر ریزشک چیزی شدن بگم تو گوشت اضافی گلونشان ندارم. اولادایم به نماندیم که پاپر بخوره در بیرون یا تو نکدیم که یا مکتب برن و پیسه به تو ماسکریم بخورن، این چیزای غیر صحی که در بیرون پخته میشه رو نخوردن. در خانه که طفلایم چیز شیرین بخوره او جوش برشان دادیم، یا وقت زمینه مساعد شد که یا چاکلیت یا کاکاو خوردن، همیشه چای داشتیم چای پیشش خوردن. دیروز هم دخترک ما برده بودیم جای رفته بودیم، دخترم شله بود گاسکریم آسکریم، بازم برش میوه تازه خریدیم، پدرش گفت که از میگان چیز غیر صحی که میوه تازه خوب است. نصر احمد سبزه استم، از این میتانسان گلون اینا الحمدلله اولاده میچ کدامش ندارد، به خاطر زی ندارد که ما غذای بیرون زیاد نمیخوریم، همیشه غذای خانه میخوریم و چیزای نوشابه با اولاده نمیخورد، در خانه زیاد بیروبار نیست، بار زمستان اوای خانه رو تبدیل میکنیم. نامم رویاست، اول که از مکتب بیایم میرم تشناب، صابون میگیریم، دستای خودم میشویم و روی خودم میشویم، باز میرم نان میخورم، از تشناب که میبرم دستای خودم میشویم، که بیرون بیایم هیچ خودم مردار نمیکنم، مثلا مالتا، انگور، هر چیز که باشه بیششن نمیخورم در خانه، از این خاطر گلوم گوشت اضافه نداره. نام نصر از خاک جبار هستم،
گلون گوشت اضافه نداره. نه نوشابه و پیپسی را چیزا را نمیخونم، دشنک شام او میخونم. زیادتر کوشش میکنم که نان بخونم در خانه. مردم با در نظر گرفتن نظافت اولادهایشان، دادن آب گرم یا چای بعد از خوردن شیرینی و تبدیلی هوای خانه توانستند از مصاب شدن اطفالشان به التهاب شدن تانسلها پیشگیری کنند. حال در این مورد از دکتر میشنویم. باید به غذایی که مخرش است به طفلا داده نشه، مثلا پاپور و همچوراوی غذایی که است یا طفلا که استفاده میکنه نوشابا یاره باید بیر استفاده نکنن. دیگر نظافت به طفلا بسیار بهتر است. همیشه تشنا میره پس میاد بسیار باششتر شده. کسایی که در خانه زندگی میکنن از گلاس های یکی دیگر استفاده باید نشه، قاشقی استفاده نشه. خانه بیرو باید باشه، کرکن باز باشه، هوا خارج و داخل خوبتر بره. گلو دردی یا التهابی شدن تانسلها دو رقم است. یکی زودگذر و دیگر دوامدار. در شکل اول این بیماری تب شدید، سردردی، جاندردی، دلبدی، استفراغ، حس کردن درد در وقت خورد کردن غذا، حتی درد گوش و درد دندان را به همراه دارد و قسمت بالای شکم هم درد می داشته باشد. در شکل دوم تب دوامدار، دردهای انتقالی مفصلها به شکل دوامدار، استراحت طلبی و بیمیلی می باشد. علت این بیماری بیشتر میکروب‌ها، هوای آلوده، خوردن بیش از حد شیرینی‌های رنگدار و غذای باسی می باشد. دکتر غرغره با آب و نمک، کنترل تب مریض و استراحت او را تا رساندنش به مرکز صحی مفید می داند. تبدیلی هوای خانه، در نظر گرفتن نظافت، مانع شدن اطفال از خوردن بیش از حد شیرینی‌های رنگدار، ننوشیدن نوشابه‌های سرد و در نظر گرفتن تنوع غذایی از جمله مواردی است که می‌توان تا حد زیاد جلوی این بیماری را نزد اطفال گرفت. شنونده‌های عزیز، برنامه ای را که شنیدید در مؤسسه تعلیمی افغانستان نوشته و تهیه شده بود. اگر شما هم در مورد برنامه های ما نظر یا پیشنهاد دارید، می توانید به شماره تلفن 020-240-5101 با ما مستقیما به تماس شوید. و اگر به اینترنت دسترسی دارید، به سایت تجلا.اف رفته برنامه های تعلیمی ما را خوانده و شنیده می توانید.